سر به زیر آمدم مادر سادات سلام. سر به زیر آمدم مادر سادات سلام. ذاکر نام تو هم قبله حاجات سلام. حب تو دار و ندارم به خداوند احد، رازی مرضیه روح عبادات سلام. من دخیلم به نخ چادر نورانی تو، من دخیلم به نخ چادر نورانی تو، ای شفیع همه در روز مکافات سلام. حال دل راز کرم حضرت زهرایی کن، رازق شور و دم و اشک و مناجات سلام. بر نفسهای پر از نغمه مولایت سلام، به دعای سحر و نغمه زیبایت سلام. بر وقار تو و آن خاک قدمهایت سلام، به صبوری دل زینب کبرایت سلام. سر به زیر آمده ام مادر سادات سلام. ذاکر نام تو هم قبله حاجات سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام مصیبت فاطمه زهرا بانوی دو عالمه به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. عرض سلام و ادب و احترام ما را هم پذیرا باشین و آرزو میکنم که در هر جایی که هستین امروز هم بیننده برنامه روشنا باشین. با ما همراه باشین با برنامه روشنا که امروز هم تقدیم نگاه‌های پر از مهر و محبت شما عزیزان میشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه خواهر خوما خانم فتی هستیم که در استودیو حضور پیدا کردن و سلام علیکی عرض می‌کنیم خدمتشان و خوش آمدید میگیم. سلام خانم فتی عزیز و خوش آمدید. صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا بنت رسول الله و یا بضعت نبی الله. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و تسلیت عرض می کنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را. بله زنده باشین، تشکر. بله ما بیننده های عزیز ما هم در جریان هستن که به هر حال اگر ما مروری داشته باشیم به زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بانوی دو عالم، متوجه میشیم که در زندگی ایشان سر تا سر آموزه‌های دینی، آموزه‌های قرآنی، اجتماعی، اخلاقی از تمام بُعد وجود دارد. در تمام ابعاد، هم بُعد اجتماعی، هم بُعد فرهنگی، هم بُعد سیاسی، هم بُعد زندگی خانوادگی، در همه ابعاد در واقعیت الگوی کامل هست برای همه ما و شما و هر کس که الگوی کامل خود قرار بده این بانوی بزرگوارم مطمئنن که سعادت دنیا و آخرت نصیبشان میشه. حالا در هر زمینه هایی که بیاییم را بررسی کنیم، چه در زهد و تقوا، چه در مسئولیت پذیری اجتماعی، چه در عبادت، چه در خانداری، چه به عنوان همسر، چه به عنوان مادر، چه به عنوان دختر، در همه ابعاد در زندگی خصوصی و شخصی و فردی و اجتماعی، در همه مسائل ها به واقعیت یک الگوی کامل هست و به همین دلیل میخواییم که امروز همی را بررسی کنیم و بگوییم که فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان الگوی واقعی همه زنان جهان هست و میخواییم که در این رابطه ها با شما عزیزان گفتگو کنیم. خب خانم فتی عزیز، ما اگر بیایم بررسی کنیم و بگوییم که خب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را میگیم که الگوی برای همه زنان جهان هست، خب چرا این گونه هست و چه شخصیت والایی داره این بانوی دو عالم که امروز هم در این عصر امروز هم ما حتی میخواییم او رو بیان کنیم و بگوییم که فاطمه زهرا سلام الله علیها امروز هم به عنوان الگوی کامل زنان امروز هم میشه حساب کرد و میشه ما او را به عنوان الگو در زندگی خودمان به هر حال پیش ببریم و زندگی ایشان را سرمشق قرار بدیم؟ بله، همونطور که شما فرمودید ما میخواییم بررسی بکنیم که علت این امر چیست. بله. چرا گفتن حضرت زهرا سلام الله علیها زن هست که میتونه برای همه اعصار الگو باشد؟
درست. خب میدانیم که قرنها گذشته و ما در حصر حاضر زندگی میکنیم و شاید قرنهای بگذرد و ایشان را به عنوان الگو ما میدانیم و به این بله. اعتقاد هستیم. خب سوال میشه که خب ما زمانی که زندگی میکنیم به لحاظ امکانات، به لحاظ موقعیت زمانی متفاوت شده است. بله. شرایط ما با اون شرایط متفاوت است. پس چگونه میتوانیم حضرت را به عنوان الگوی خود ما قرار بدیم؟ درسته، بله. و این الگو بودن منحصر به عنوان یک زن مسلمان نیست. به عنوان یک شخصی که در شرق مثلا زیست کردن نیست. ما میخواییم بدانیم که ایشان برای همه برای زنان همه جهان زمان است. هست. حالا این زن میتونه در کجای این عالم زندگی کنه؟ در درست. شرق است، در غرب است، فارغ از کدام دین است. بله. ما برای یک لحظه خودمان را فارغ از یک دین هم قلمداد کنیم. حالا در مذهب، در دین مسئله نیست. هر کسی به اقتضای اون اعتقاد که دارد یک مذهب را برگزیده است. بله. خب ما اینم میگیم که ایشان الگو برای هم است. خب به چه دلیل؟ سوال پیش میاد که چرا؟ بله، به چه دلیل؟ حالا اگر مثلا بگویم که صرف برای زنان مسلمان هست، خب باز مثلا میگیم که خب صحیح. حالا که وقتی میگیم برای عموم، برای زنان جهان هست، یعنی یک زنی هم که در اروپا هست یا در جای دیگه هست، حتی مسلمان نیست، ولی باز ما میتونیم بگوییم که فاطمه زهرا میتونه الگوی تو هم باشه و میتونی که سرمش قرار بتین با مطالعه زندگیش. خب چرا؟ خب ما حضرت زهرا را دارای مقامات میدانیم، معصوم هستن. ما از این بعد بررسی نمی کنیم شخصیتشه، چون شاید بعضی بگن که این توجیه هم میشه، بعضی میگن خب ما به حضرت زهرا نمی رسیم. ما از این بعد هم بررسی نمی کنیم. بله. به عنوان یک زن مسلمان، به عنوان یک شخص دارای یک ویژگی های عمومی است. ما می توانیم با این ویژگی های عمومی که در حضرت هست تمسک بکنیم. درسته. هرچند که ما گفتیم به مقام بالاییشان ما بله. نمیرسیم. درسته است. بله. و این توجیه نباشه بر ما و به عنوان یک زن ما میتونیم بله. ازش یاد بگیریم. خب هر فردی، حالا این فرد زن است یا مرد است، سه تا نقش داره. نقش فردی دارد، نقش خانوادگی و نقش اجتماعی. اجتماعی دارد. بله. حضرت زهرا در همه این ابعاد بر ما میتونه الگو باشد. درست. و چون ما زمان ما کم است، فقط به نقش فردی ایشان میپردازیم و میدانیم که ایشان میتونه الگوی من زن مسلمان باشد. درست. پس این بررسی ها زیاد وقت میگیره و به همین لحاظ ما به یک نقش ایشان اشاره میکنیم. وقت تاریخ را مطالعه میکنیم، میبینیم ادیان دیگر نگاه بر زن داشتن که البته اون دین تحریف شده بوده و به سوی رفتن که متاسفانه زن را به عنوان اون شخص، یک شخصیت از زن بله. ندانستن و همین روی کرده سختگیرانه اونها، تبعیض آمیز آنها باعث شد که یک سری جنبش های در جهان به وجود بیاید، علی خصوص در غرب. و پیامدهای بسیار منفی داشت و پیامدهای منفی اون بود که روی کرد به صورت افراد پیش رفت، یعنی از اون تفرید، از اون جایگاه پست کم به سوی پیش رفت که به صورت افرادی شد. چطور زن... اگر یک مثال بگوین؟ بله. و زن اینجا در جامعه حاضر شد، ازش مادر بودن گرفته شد. یعنی یا اینکه یعنی مثلا ببخشید، یعنی منظوری که مثلا در یک جای زن به عنوان هیچ شخصیتی شناخته، یعنی مثلا شخصیت برای او قائل نبودن، درست؟ ولی حال شخصیتش به طور بود که جایگاه حقیقی اون را لحاظ نکرده بودن. خب نادیده میگرفتن. نادیده اون را. درست است. اما خب این سختگیری ها باعث میشه که رویکرد باید رویکرد تعادلی باشد، یعنی هم این افرادی که اینجا گفتیم، حالا زن باشد، مرد باشد، مسئولیت هایی که دارن در همه ابعاد باید بله. کامل باشن. باید هر سه بعد یک فرد دیده بشن و این اعتدال رعایت بشه. نشد
منجر به این شد که جنبش به وجود بیاد که زن را خانه‌دار بودنش ازش بگیرن، درسته، خانه محور بودن از زن گرفته شد، شغل محوری برای زن ایجاد قائل شد. شدن، بخاطر از اینکه زن فکر میکنه که من اگر هر چی که در داخل خانه باشه فعالیت کنم، کار کنم، تلاش کنم، نادیده است، کسی نمیبینه او کار بعد. مرا، در حالی که چقدر ارزشمند است. بله، زن به عنوان اینکه خب اولا دختر یک خانواده است، بعد مادر یک خانواده و همسر یک خانواده می شود، پس در هر جنبه از وجود اون یک مسئولیت قرار داده می شود. بله. و پس نگاه اسلام به این است که مبحوث نیست زن که مثلا فقط در خانه باشد، نه، محوریت با این است که او این نقش های خودشه بتانه از عهدهش به خوبی بر بیاید و جامعه هم به اقتضای توانمندی اون زن ازش استفاده بکند. بله. اما نقش ابزارگونه نداشته باشه. بله. و نقشش باید به عنوان یک شی پایین نیاید. مهم. خب ما این را میتونیم به سیره معصومین ما، به زنهای الگویی که در اسلام هست تمسک بکنیم. به عنوان مثال حضرت خدیجه سلام الله علیها یک همسر است، یک مادر است، درست است؟ بله. در عین اینکه فعالیت اجتماعی هم دارد. بله، در چارچوب اسلامی فعالیت اجتماعی هم بله. داشتن، درست. پس ما امروز به عنوان مثال از حضرت زهرا یاد میکنیم در بعد فردی ایشان، که چطور میتونیم یک زن کامل باشیم. ما هم مثل حضرت زهرا به همه این ابعاد ما بپردازیم. درست. چرا این زن زن شده است که برای همه اثار الگوز؟ این است حضرت به همه فضائل اخلاقی به صورت کامل عمل کرده است. بله. و این فضائل اخلاقی زمان بردار نیست، یعنی فرا زمانی است، فرا مکانی است، منحصر به یک زمان نمی باشد. حالا مثلا صداقت، بله بله، فضیلت اخلاقی است، درسته، اینا که تغییر نمیکنن که، درسته. بله. هر چقدر که به صنعت و تکنولوژی و نیفامی گپ ها هر چقدر که رشد کنه و تغییر کنه، ولی صداقت همون گپ است. بله. زهد و تقوا و عفاف و حجاب همون گپ است. بله. اون که دیگه تغییر نمیکنن. بله. بله. ما با عنوان یک نمونه از احسان خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد میکنیم. عزیزان شنیدن، بارها اینا شنیدن که حضرت در شب عروسی خود لباس خودش را به فقیر اهدا کرد. کی میکنه این کاره؟ بله. واقعا شرایط زندگی پر از، یعنی گذشت، پر از ایثار میرسانه این کار. بله. دقیقا. مثلا رسم است که دختری که عروس میشود برای اون چند دست لباس تهیه میکنن، درست است؟ بله. به رسم و رواجی که در اون شهر یا کشور هست، به توانایی مالی که اون خانواده دارد، میتونه دو جور لباس باشه، پنج جور لباس باشه. بله. یا بیشتر باشه، دیگه. درست بله. است؟ بله. خب ما میبینیم حضرت زهرا سلام الله علیها فقط یک تا لباس نو داره و یک تا لباس کهنه دارد. درست. وقت شب عروسیش میشود، فقیر در میزنه و تقاضای کمک میکند از خاندان نبوت. بله بله. و او لباس کهنه تقاضا کرده بود. این صریح در تاریخ است، در روایت است که او لباس کهنه تقاضا کرده بود. بله. اما حضرت زهرا چیکار کردن؟ لباس نوه که در جانش بود، لباس نوه عروسی خودش با مال عروسی خدا اهدا کرد. چرا حضرت این کار را انجام داد؟ ایشان مفسر قرآن هست. بله. هنگامی که تقاضای فقیر را شنید، به یاد سوره آل عمران آیه 92 اون سوره افتاد. اینجا خداوند متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خداوند در این آیه میفرماید شما به مقام نیکوکاران، کسانی که احسان میکنن، میبخشن،
نمی رسید مگر آن چیزی را که دوست دارید بله در راه خداوند انفاق کنین. دقیقا چقدر این گپ اهمیت داره و چقدر وقتی خوب آدم فکر میکنه چقدر ظرافت هایی داره این گپ. حالا اگر میتونست خب پیران کنی خدا بتا، بله ولی بله. اطاعت از قرآن و دستورات خداوند او را به ای واداش که همون لباس عروسی خودش که حتی چقدر شاید به او به هر حال حالا ما دخترایی که این زمان هست میبینیم که چقدر مثلا به این چیزا علاقه من هستن، ولی خب فاطمه زهرا حس دنیا و دنیا پرستی اید در وجودشان نبود. امروزه عزیزان کتاب روانشناسی که در این زمینه ها هست مطالعه کنن، حتی میگن کسایی که به هر دلیل مثلا مراسم عروسی نمیگیرن، کمک میکنن پولش به یک فقیر، میرن یک سفر مثلا زیارتی، بله. درست است؟ بله. میگن که برای حتی یک ساعت یا دو ساعت شده اون خانم لباس عروسی تهیه کنه و بپوشه. اثرات روانی بسیار زیاده دارد، احساس تعلق زیاده میده به خانم. بله. و اون احساس خوش، اون احساس خوب بودن را همیشه به عنوان یک خاطره یاد میکنه. بله. پس نگاه میکنیم حضرت زهرا سلام الله علیها خب یک زن است، ما گفتیم با بعد معصوم بودن ایشان کار بله نداریم، درست، با عنوان یک زن، با عنوان یک دختر که در شب عروسیش است و فقط دو تا لباس داره و این لباس نو خود بخشید. چرا ما میگیم که حضرت زهرا یک زن هست که فرا زمانی است و فرا مکانی است؟ چون که احسان یکی از واژه ها و مفاهیم است که تغییر نمی کند. بله. و قرآن هم آیاتش جاویدان است، مخاطب قرآن همگی ماست. بله. می باشیم. پس میبینیم مصداق اتم این آیه که عمل کردم بله فاطمه زهراست، فاطمه زهرا سلام الله علیها است که بهترین چیز بله. که در اون شب در اختیار داشت اون را بخشید. دیگه باید بگویم که خاص هست و باید بگویم که یک الگوی همگی زنان جهان است. بله. حالا من به عنوان یک نو، به عنوان یک مثلا فردی از زن، این را همه عزیزان اینجوری تصور بکنن که اگر از ما تقاضا بشود در اون شب خاص ما چگونه برخورد خواهیم داشت؟ آیا حالا ما نمیگیم که به حضرت زهرا به این نوع که احسان کردن ما هم احسان کنیم؟ درست. مثلا ما نمیتونیم که پنج جور لباس تهیه کردیم، یک جوری او را اگر میدانیم که در فامیل ما کسی هست و اون هم عروس میشه او را اهدا کنیم به او. در همسایه های ما اگر میدانیم کسی هست که نیازمند است، بله. حتی اون لباسی که شاید بگیم به لحاظ قیمت پایین ترین لباس درسته، باشد، بله. ما هم باید این حس را در خود ما ایجاد بکنیم. چون ما تمسک میکنیم به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها. خدای درست. نکرده اینجوری نشود که اون لباسی که بسیار مندرس شده دیگه هیچ استفاده ای بر ما نداره و او را بدیم به یک فقیر. درست. خب اشکال نداره، اینه شاید حالا کسی بگه من در توانم همین قدر است. میخواییم بدانیم که حضرت زهرا الگوی ماست. بله. پس ما بله. هم به توان خود ما به این بصیره حضرت تمسک بکنیم. و این است که حضرت را جاویدانه کرده در مقام احسان. بسیار عالی. یعنی که ما بتانیم حداقل از اون دریای بیکرانی که در پیشوری خود میبینیم و به عنوان الگو را انتخاب میکنیم و میپذیریم، حداقل بتانیم قطره ای از او باشیم. حداقل اگر مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر پیران شب عروسی خودم مثلا ما اگر اهدا نمیکنیم، حداقل بتانیم یک چیز را اهدا کنیم که خودمو خوش داشته باشیم و بگوییم که مثلا ما اینمی یک قابل دار هست، یک چیزی هست که ارزش داره. و هم گفه که شما گفتین تو نباشه که ما چیزی که خودمو خوش داریم اونا رو گوشه بانیم برای خود و چیزایی که نمیخوایم و خوش نداریم اونا رو باز هدیه کنیم و اهدا کنیم برای فقرا. بسیار خوب، ادامه صحبت ها و گفتگوها را بعد از یک میان برنامه خواهیم داشت. عزیزان بیننده تشکر از همراهیتان، میان برنامه ای داریم تقدیم شما میکنیم و باز هم با ما همراه باشین.
ای ریحانه رسول خدا، تو آمده ای تا اسلام زنده بماند و حق سلامت باشد. تو باید قیام کنی تا قامت یگان امامت استوار بماند. تو انقلاب میکنی تا مردمان قفلت زده روزگار به خود بیایند و ولایت را تنها نگذارند. تو ستون استحکام عرشی بانو، این گونه بر زمین نمان، برخیز وگرنه آسمان بر زمین سقوط خواهد کرد، که تمام عالم به تو اتکا دارد. اسلام نیازمند خطبه های توست. هنوز امیرالمؤمنین علی علیه السلام انقلاب و غیرت فاطمی تو را پشتوانه خیش می خواهد. دروازه تمام خانه های خواب برده را با دست های عصمت خیش بکوب تا بیدارشان کنی، تا تنها ماندن حجت خداوند را بدانند و به پا خیزند. تو ادامه رسول خدایی. بله، عزیزان بیننده سپاسگزار هستیم از همراهی گرم همه شما و مثل همیشه نمبر واتساپی رو براتون میگم و امید دارم که از این طریق با ما در ارتباط باشین. سوالات، پیشنهادات و انتخابات خودتان را میتونید از این طریق با ما در جریان قرار بدین. مثبت 964 780 255 40 13. و در ادامه صحبت ها هستیم با خواهر خوب ما خانم فتحی در رابطه با این که فاطمه زهرا الگوی همه زنان جهان هست. و بله، به واقعیت هم همین گونه است. اگر که مرور داشته باشیم به زندگی ایشان، متوجه میشیم که در همه ابعاد زندگی بهترین الگو میتونه حضرت فاطمه زهرا برای ما و شما باشه. پس میپردازیم به ادامه صحبت ها و ببینیم که خانم فتحی چه صحبت هایی برای ما و شما عزیزان دارن. خانم فتحی، بسیار خوشحال میشیم که در ادامه صحبت ها بشنویم. گفتین که در رابطه با فاطمه زهرا، در بعد فردی فاطمه زهرا و او اخلاق، صفات و خصوصیات فردی که ایشان داشتن، اینا رو ما میخوایم بیایم بررسی کنیم و ثابت کنیم این موضوع را که بله، فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونن بهترین الگو باشن برای تمام زنانی که در عصر امروز زندگی میکنن. خب میشنویم. بله، دلیل این امر یعنی مفاهیم اخلاقی که فضیلت ما رو احساب میکنیم این است که با فطرت همه انسان ها سازگار است. یعنی ما گفتیم که اما از این که زن در کجا زندگی میکنه، فارغ از این که به کدام دین یا مذهب پایبند است. بله، حتی اگر یک فرد بدوی باشه، یعنی فردی که هیچ سواد نداره، هیچ دین نداره، شما ازش سوال بکنید آیا صداقت امر خوب است یا دروغگویی؟ بله. آیا احسان خوب است یا عدم او، مثلا بله، احسان نکردن. درسته. عفت خوب است، حیا خوب است، قطعا او برمیگزیند. بله. همین بله، صفات پسندیده را. چرا؟ به خاطر که با فطرت انسان سازگار است. سازگار است. درست. و مصداق کامل این ویژگی ها فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. پس اولین ویژگی فردی ایشان احسان و نیکوکاری حضرت بود. خب با عنوان یک زن مسلمان بر ما در دین اسلام بسیار آمده است که عفاف داشته باشید، حیا داشته باشید، حجاب بله، داشته باشید و این مفاهیم بیان شده است. درست. در روایت هم داریم از حضرت که می‌فرمایند در وصف بهترین زن از نگاه ایشان کیست؟ ایشان فرمودند که بهترین زن این است که او مرد را نبیند. بله بله. و مرد هم او را نبیند. نبیند. خب
خب اینجا سوال می شود که پس حضرت زهرا همیشه در خانه بودن، هیچ کسی با ایشان مراوده نداشته؟ درست. و خلاف این ما در تاریخ داریم که خیر ایشان در جامعه هم حضور داشتن. حضور داشتن. بله. به اقتضای موقعیت. پس موقعیت اگر اقتضا می کند که یک زن باید در جامعه باشد، لازم است. درسته. ما در جامعه به پزشک زن نیازمندیم. بله. باید دکترایی باشند که زن باشند. درسته. معلمین باشند که زن باشند. یا هر شغل دیگر یا کار دیگر که می توانه یک زن علاوه بر این که اون شخصیت خودش حفظ میکنه، بله، علاوه بر این که مسئولیت خانوادگی خودش در قبال اعضای خانواده حفظ میکنه، در جامعه هم میتونه عمل بکنه، بله، و کار بکنه. خب پس این حدیث از ایشان چگونه است؟ یا ما در روایت دیگر داریم که فقیر نابینای بر خانه حضرت وارد شدن و حضرت اینجا لباس پوشید. حضرت رسول فرمودن که ایشان فرد نابیناست. بله. یعنی شما میتونستن لباس نپوشین، حالا ایشان چادر پوشیدن، خودشا پوشاندن، روی سری پوشیدن. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که درست است که ایشان نابیناست، اما شامه سالم دارد. پس این عمل حضرت زهرا بر ما میتونه الگو باشد. چرا اسلام بوی خوش که میگن خانم ها وقت از خانه بیرون میان بوی خوش استعمال نکنند، بله، به اندازه ای نباشد اون بوی خوش که دیگران از بوی خوش اون اذیت بشن. درسته. ما باید فلسفه احکام بدانیم. بله بله. بریم کتاب های روانشناسی رو مطالعه بکنیم، ببینیم امروزه چی گفتن. درسته. که این ما البته در اسلام به این اصلا قائل نیستن که کسی خدای نکرده نظافت خودش رو حفظ نکنه، اون وقار خودش رو حفظ نکنه. خیر، باید موقعیت شناس باشیم. بله. در کجا چگونه رفتار بکنیم. خب حضرت بر ما پیام میدهد که شامه یک مرد سالم است. شما اگر در جامعه هم برای کار آمدین خارج شدین، درسته، باید حفظ شؤونات اونها همش رعایت بشد، حریم محرم و نامحرم رعایت بشود. بله، همون چارچوب حریم شخصی که ما همیشه گفتیم، نه مثلا گفتیم باید اگر در محل اجتماع هم وارد میشه یک زن، باید در حد و حدود یک چارچوب اسلامی و با رعایت شؤونات اسلامی وارد جامعه شوند، که دقیقاً فاطمه زهرا سلام الله علیها را کاملا دقیق رعایت میکردن. بله. پس یعنی عفت و حیا و حجاب، این مفاهیم را همگی را یاد بگیریم. درستم. از حضرت زهرا خب لازم نیست یک زن در خانه اون حجابی که برایش در بیرون گفته شده را رعایت بکنه. بله بله. اما خب خصوصیات دیگری هست که باید توجه بشد. حتی اگر فرد نابینای وارد می شود در منزل و این شاید حضرت زهرا بوی خوش استعمال کرده بوده. بله بله. و می خواسته به این طریق می خواسته خدا حفظ کنه. بله. حریمی که نگه می داره، چادری که می پوشه، شامه سالم فرد اون فقیر اذیت نشود. پس درسته. ما می بینیم که پیام دارد. حضرت زهرا قائل به این نیست که ما اصلا در جامعه نباشیم و این اسلام خواسته است. در روایت دیگر است که 10 روز بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، امام علی علیه السلام از خانه آمدن بیرون و سلمان را دیدن در کوچه. حضرت به سلمان فرمودند که سلمان بیا به منزل ما که حضرت زهرا مشتاق دیدار شماست. پس و اینجا و همین گپ ثابت میکنه، نه بله. که ما گفتیم مثلا فاطمه زهرا را گفتن نه کسی رو ببینن، بله، مثلا نه مرد را ببینن نه مرد او را ببینن. بله. پس این روایت پس اینجا چطور است؟ بله، ما میخواییم که حضرت زهرا بر ما پیام دارد. حریم محرم و نامحرم اگر رعایت بشود، درست، مسئله نیست. مگه سلمان یک مرد نامحرم نبوده است که درست حضرت از ایشان دعوت بله، میکنه بله، و میخوای با ایشان صحبت داشته باشه؟ درست. یا حتی
میبینیم که یکی از ویژگی های حضرت یا القاب حضرت علیم است، شخص عالم هست. همه زنها به ایشان مراجعه میکردن و سوال اگر داشتن پاسخ میدادن. بله بله. اما در تاریخ هست که چند مورد مرد به ایشان مراجعه کرده است. پس میبینیم منع نبوده است. درست. حالا اون مرد به چه سبب به حضرت زهرا مراجعه کرده؟ شاید خانمش سوال داشته، شاید حضرت علی علیه السلام نبوده است. خب به هر حال با یک مرد نامحرم ارتباط داشته است. بله. یا حضرت در مسجد رفتن سخنرانی کردن، خطبه خواندن. بله. بله. در مسیر راه خب مردهای بودن، در مسجد مردهای بودن. درست. پس به این معنا قطعا نیست که حضرت ما را بگویه چه ما فقط و فقط در داخل خانه باشین. درست. بر من زن مسلمان این را میرساند که شما حریم و شؤونات اسلامی را رعایت بکنید و در جامعه هم حاضر بشید. بله. و اگر توانایی دارید جامعه از توانمندی شما هم استفاده بکنند. درسته. پس میبینیم حضرت زهرا سلام الله علیها خودش عمل کرده است و یک شخصی است که در بعد مادری موفق است. دقیقا. در بعد همسری موفق. بله. است. پس امروزه من مسلمان، من زن مسلمان میتونم به سیره حضرت تمسک رجوع بکنم. بله. این نکته رو عرض بکنم که درست است که فیزیک فضای زندگی تفاوت هایی کرده است. بله. حضرت زهرا سلام الله علیها روی حصیر می نشست، چون اقتضای زمان اون اونجا همین بود، یا در کوزه گلی مثلا آب می گرفتن. بله، یا بله. مثلا در تشت مثلا لباس می شستن. اما امروزه یه طور نیست دیگه، به این صورت نیست. گاهی وقتا خانم فتیه همی گپ هم هست، مثلا یکان وقت مثلا به بعضی از دخترهای جوان که اصلا آدم میگه که مثلا دخترم الگوی خودت قرار بده، مثلا فاطمه زهرا را، شب مثلا در ذهنیتشان همی گپ خطور میکنم، میگه که خب فاطمه زهرا در او عصر در روی اسیرم زندگی میکرد، در کوزه آب میخورد، حالا ما بیایم همون کارا را بکنیم؟ حالا ما منظور مثلا این نیست که مثلا ما زندگی از فاطمه زهرا را وقتی که ما میگیم، منظور این نیست که حالا شما بیاید روی اسیر زندگی کنین حیر. یا مثلا شما برین در کوزه آب بخورین، گپا که نیست. منظور همو اخلاق، رفتار و مسائل های فردی و شخصی زندگی حضرت فاطمه زهراست. بله. اخلاق و خصوصیاتی کهش تغییر نمی کنن. بله. همیشه ثابت هست. بله. اینا رو ما منظور ما هم هست. هم اخلاقیات تغییر ناپذیرن، فرا زمانی و فرا مکانیست. بله. هم قرآن جاویدان است. خب کی عمل کرده است به صورت کامل، به صورت مصداقی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. و فضای فیزیکی قطعا عوض شده است. بله دیگه. عصر ما تکنولوژی زیاد است. بله. توقع هم نمیره که ما او به او چیزا مثلا بیایم الگو بگیریم. قطعا. به این معنا اصلا نیست. ما امروزه کی میتونه مثلا در تشت مثلا لباس بشوره؟ آه دیگه. حالا امکانات و تکنولوژی چیزای قدر پیشرفت کرده. حالا ما صرف نمیخوایم بگویم مثلا حالا ما فاطمه زهرا زندگیشان ساده بوده، ساده زیست کرده و حال دخترهای جوان ما یا زنان امروز ما هم به همون طریق باشن. 100% ما نمیتونیم اینطوری بگیم، هرچند که قناعت ها و بسیار مسائل های زندگی حضرت فاطمه زهرا هم مایه سعادت میشه برای بانوان ما که اگر رعایت کنند در زندگی. اگر مثلا خانواده ایست که در بضاعت مالی ندارد، خب ما نباید فشار بیاریم بر مرد خانواده که حتما ما هم زندگی آنچنانی داشته بله. باشیم. پس متوجه باشیم که اگر ما میگیم زندگانی حضرت زهرا، قطعا به این معنای فیزیکی زندگانیشان بله. نیست، چون جامعه اون زمان همی را اقتضا میکرد، اما جامعه ما چیز دیگر را اقتضا میکند. اما از زیست ساده او، از قناعت او. درست. از احسان او ما میتونیم استفاده کنیم. بله. مورد بعدی که میدانه حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی من زن مسلمان باشد، انتخاب همسر است. خب ببینید که در انتخاب همسر فاطمه زهرا سلام الله علیها چه ملاک هایی را به عنوان مهم
با عنوان چیزی که اولین ها باید این ویژگی ها باشد. خب حضرت خواستگاران بسیار ثروتمندی هم داشتن. بله. رسم اون زمانه بر این بوده است که مثلا شخص به خواستگاری حضرت آمد و پیشنهاد کرد که 100 تا مثلا شتر مهر ایشان کند یا مثلا اینقدر طلا مهر ایشان بکند. و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ناراحت شد که یعنی ما را با این هدایا مثلا میخرید، مثلا ما را میخرید فریب بدین، ما به این چیزها توجه نداریم. بله. حضرت آمد کی را انتخاب کرد؟ حضرت علی علیه السلام را که حتی برای مخارج زندگی که بنای اول زندگیشان بود، حضرت زره خودش را فروخت تا یک مراسم بگیرد. خب ببینید برای حضرت زهرا سلام الله علیها چه ملاک های اولویت داشته است. پول، درست است؟ بله. یا نه چیزهای دیگر، ارزش‌های دیگر. بله. حضرت علی علیه السلام ایشان تدین محض را میدید، در ایشان تجسم اخلاقیات را میدید. درست. پس امروز ما متاسفانه به گونه عمل میکنیم که برعکس سیره حضرت است. اولین چیزی که به ذهن ما میایم میگیم که مثلا چقدر پول داره، چقدر پول داره مثلا. درست. آیا مثلا مقبول است؟ یعنی اون فضائل اخلاقی و مسائل های رفتاری و ای گپا شده جز مسائل های بعدی. بحب. اولین گپا گپیست که هوی چی میکنه، کارش چی است، چقدر چقدر درآمد داره، چقدر پول داره، زندگی میتونه جور کنن، میتونه خانه داشته باشه، موتر داره نداره. این چیزا هم بد نیست. یعنی ما نمیخوایم که بگوییم که مثلا پول داشتن چیز بده هست یا مقبولی چیز بده است. خیر، اما اول نیست. اگه ما میخوایم 10 تا ویژگی رو در یک فرد بشماریم، قطعا جز سوم چهارم ویژگی های ما پول طرف یا مثلا مقبولی طرف نباید باشه. بله. چرا که اینها زائل شده نیست، نسبی است. امکان دارد یک شخص پول فراوان داشته باشد و یک شبه هم از دست بره، از دست بده و بله، شکسته بشه. زیبایی. بله. اما اون چیزی که با این شخص میمانه و این بالاخره انشالله که عمر طولانی همه داشته باشن، 20 سال با هم زندگی میکنن، 60 سال زندگی میکنن، چیزی که میمانه دین فرد است، اخلاقیات اون فرد است که با انسان همراست. دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم خانم فتی. بله. پس بنابراین حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی ما میگیم الگوی همه زنهای عالم است و دین را کنار بگذاریم، فعلا برای چند لحظه دین را کنار بگذاریم که چگونه میتونه حضرت الگوی همه زنها باشد. بله. حضرت زهرا می تواند الگو باشد به خاطر که به مفاهیم اخلاقی پایبند بوده است و عمل کرده است و به قرآن که آیات او جاویدان است عمل کرده است. حضرت زهرا یک فردی است که فرا زمانی و فرا مکانی است. اگر 1400 سال هم بگذرد ایشان الگوست و هزاران سال دیگه هم که بگذرد الگو خواهند بود. انشالله که همه عزیزان تمسک بکنن. بله. و ما هم تمسک بکنیم به سیره ایشان و در دنیا از حمایت ها و پشتیبانی حضرت، از زیارت حضرت بهره‌مند بشیم و در آخرت هم از شفاعت فاطمه زهرا سلام الله علیها. الهی آمین. تشکر میکنیم خانم فتی عزیز، صحبتتون بسیار عالی بود، ما هم واقعا استفاده بردیم و آرزو میکنیم که همه جوانای عزیز، دختران جوان، مادران، بانوان عزیز هموطن ما و هر کسی که بیننده برنامه هست، از امروز بپردازیم ببینیم که به واقعیت فاطمه زهرا کی بوده، چگونه شخصیتی داشته و چه قسم زندگی کرده و بیایم این مسائل ها را در زندگی خود ما عمل کنیم. به واقعیت او وقت میفهمیم که چقدر عمل به ای الگوی کامل انسانی میتونه مایه سعادت و خوشبختی ما و شما باشن.
بسیار خوب، تشکر و سپاسگزار هستیم. هم از خواهر خوم خانم پتی از حضورشون خدافظی میکنیم و از حضور گرم همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودین هم سپاسگزار هستیم و از حضور همه شما عزیزان خدافظی میکنیم و امیدوار هستیم که تا روزهای دیگه که باز هم بیننده برنامه ما میباشین شما و ما هم همراه شما عزیزان هستیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدارتان.